بره چطوری برده غلام مطیه همیشه حاضر تو صحنه از اون نظام بگو مالک کفله چطور طعمش شیرین چربه باکسن امریکنشو زده بچه بزن تو گرمه حلال بله کم مکیدی شیرم اسلامی سال پیش و منتظر شدم که ماشین بیاد اینجا وایسه که وکیوم بشه. آی ای آزادی، اگر روزی به سرزمین ما رسیدی در قالب پیرمردی سیاه پوش با ریش سفید و عبای سیاه با لهجهی غریب و فرهنگی عرب و چشمانی سرد نیام چشمانی سرد نیام خانم آذر شیوار، همه شما دوستش دارین. این زنان امروز ما، دختران امروز ما، هر چی که دارن مدیون آذر شیوان که از او سالها پیش برای دفاع از زن و میچو رو تو دنیا آذر شیوار شروع کرد. چهره جدید چه میخواین ببینین؟ تازه ترین چهره از آذر شیوار. درود بر بانوی پرمهر ایران سرفراز آریایی. دلهای سنگین شما ای شهر بی آیین شده ای مردم غمگین شده ای عالم بیگانه در ایران است بیگانه در ایران با پیرو زرتشتی از کوروش و آن پشتی برخیز به پای خود زین بیش زبونش کن بیگانه در ایران است بیگانه در ایران بیگانه در ایران است بیگانه در ایران فرمانده ما تازی دفگن تو کمندت را از تخت نگونش کن از تخت اصلا برا بچه هم قرآن پخش نکنید بچه هم از قرآن متنفر بود از دوست نداری قرآن بخونن، دوست نداری برات نماز بخونن، دیگه نماز نخونن. درست. شادی کنن. بیزارم از دینش. نگو سلام، بگو درود، نگو شعر، بگو سرود، نگو شکر، بگو سپاس، ولی مقصد اینجا ایرانه یه گربه یه هفت هزار ساله که زنده است و وقتی که نفت خام دار اینجا چهار فصل ولی تو دل مردمش فقط برف زمستون و سرمایه دار اینجا آینه ها تو رو به تو نشون نمیدن ببین گربه منو به حسین و علی شدن نماد ایثار عقل علی جدیه و سربریدن و چوبه دار سباب یعنی مرد پرستی و ساختن امامزاده ها تقسیم و توربین به تاریخ هزار ساله ما می نویسم از غروبم از سقوط
هفت هزار سال. بیگانه در ایران است، بیگانه در ایران، این براهی دوستان ازاو بر ما نظر کن، آرهیم زین گمراهی دوستان ازاو. حمید رضا جانم، کیانمونو دست تو سپردیم، ما به مهرشادم سپردیم براتون پیتزا درست کنه. قرار شد هر موقعی کیان بهونه مامانشو گرفت شیلر بغلش کنه، نیکا براش بخونه، مهسا و حدیث و آیلارم برقصن. نگران نباشی ها، امیرحسین انقدر مرد هست که حواسش به همتون باشه. یه ایران عاشقتونه بچه ها.